سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به یکی از ویدیوهای دیگه آموزش ادیت. تو این ویدیو میخوام بهتون یکی از رمز و راز ادیت خودم، چیزی که تو ادیت خودم زیاد انجام میدم، بهتون یاد بدم. اسم ابزاری که من خیلی تو ویدیوم استفاده میکنم ماسک. بذارید اول بهتون توضیح بدم که ماسک یعنی چی. مثلا این، من یه جا رو از یه تصویر و یه لایه رو برش میدم، میندازم روی لایه پایین ترش با اون حالا برشی که میخواستم، با اون سبکی که میخواستم. ماسک رو به صورتهای متفاوت انجام میدم. یه مدلش اینه که ثابت باشه تصویر، یعنی تصویری که ما تو لایه بالایی داریم ثابت باشه با تصویر پایینی. یه جایی که تصویر دوبعدی در حال حرکت باشه، مثل اینجا. دوباره شروع شد این ویدیوهای من. الان مثلا چند تا مثال براتون گوشم از هر کنون که بفهمید. مدل سومش اینه که تصویری که ما داریم حرکت می‌دیم سه‌بعدی حرکت کنه، که الان دونه دونه بهشون میرسیم و همه‌شون رو توضیح میدم. اول از پایه ماسک بهتون توضیح بدم. به عنوان مثال این ویدیو تصویر پشت منه و این ویدیو تصویری که من میخوام جلو بیفته. توی تایملاین روی تصویر بالایی کلیک میکنیم، توی افکت کنترلز میایم پایین، اینجا یه علامت مداد مانندیه، اینو بزنید براتون ماسکتون باز میشه. اینجا به صورت پیشورز داره که مکعبی خودش میکنه، دایره خودش میکنه، اما کاربردی ترینشون همین مداد است. وقتی ماسکو میزنید موستون تبدیل میشه به همون مداد و رو هر جای تصویر بزنید قشنگ مثل فتوشاپ اگه کار کرده باشید نقطه نقطه میذارید خط میشه و اگه بچسبونید به هم تصویرش انتخاب میشه. اما ماسک توی پریمیر با فتوشاپ خیلی فرق داره. یه جاهایی هم مثلا یه مشکلاتی داره که همه اینا رو بهتون توضیح میدم. الان من اگه یه ذره زوم کنم، از اینجا زوم کنم، چند تا مورد اگه بخوام به ترتیب بهتون بگم، اینه که شما اگه یه نقطه بذارید، نقطه رو میتونید حرکت بدید. همه این نقطه ها رو میتونید حرکت بدید. میتونید نقطه اضافه کنید. الان بین اینجا مثلا میتونم یه دونه اگه بکشم، یه نقطه اضافه میشه. میتونید نقطه کم کنید. شما اگه کنترل نگه دارید و روی اون نقطه بزنید، نقطه حذف میشه. میتونید نقطتون حالت منحنی پیدا کنه. مثلا اگه اینجا میبینید تیزه، بخوام دوباره بکشمش، اگه اینجا کلیک موس رو نگه دارم و بکشمش، یه حالت منحنی مانند پیدا میکنه. و حتی میتونید این حالت منحنی بودنم حذفش کنید. چطوری؟ با نگه داشتن دکمه Alt و کلیک رو منحنی دوباره تیز مانند میشه. و حتی اگه روی اون نقطه های تیزم Alt رو دوباره نگه دارید روش بزنید، تبدیل به منحنی مانند میشه. اینم از این مورد. اگه دقت کنید میبینید که یه حالت محو بودن داره بین ویدیو لایه رو و زیر، محوی وجود داره. اینم هم میتونید بیشترش کنید هم کمترش کنید. دور اینی که انتخاب کردید اگه یه ذره بگردید یه همچین چیزی پیدا میکنید. اینو اگه بکشید به سمت بیرون، این تاریه محوی بیشتر میشه. اگه بکشیدش توتر یا اگه بچسبونیدش تیزتر میشه. اگه نقطه بالایش اینم بکشید بیارید مثلا پایین، از داخل جمع میشه، دوباره میتونید از داخل محویش رو زیاد کنید، کم کنید، که این بستگی به اون مکان و جایی داره که میخواید استفاده کنید ازش. مثلا الان من به عنوان مثال ماسکم پاک کنم، یه ماسک ثابت براتون بذارم، ماسک متحرک نه. اینجا میام ویدیویی که انتخاب کردم، ویدیویی که میخوام می‌ریزم لایه بالا، مثلا من میخوام تو این دایره ماسک کنم. ویدیویی که میخوام و اون قدری که میخوام و انتخاب میکنم، میارمش اندازش تو محدوده و اضافاتش رو میتونید با افکت کراپ حذف کنید. برید تو افکت سرچ کنید کراپ بنازید، که یه ذره کار راحت‌تر و تمیزتر بشه. من میدونم تا اینجاش حذف میکنم، تا اینجاش هم حذف میکنم، همچین چیزی میشه. روی دوباره تایملاین رو اون کلیپ میزنید، اوپاسیتیشو میارید پایین، حالا دوست داشتید 20 10 هر چقدر که فکر کردید خوبه، که پشت زمینه رو ببینید، اون کلیپ روش هم ببینید. اینجا ماسک رو انتخاب میکنید، میتونید زوم کنید که ماسکتون دقیق تر باشه و من انتخاب میکنم. اینجا چون حالت دایره ای داره من نگه میدارم، اینجا چون حالت دایره ای داره من باید موس رو نگه دارم که تیز نباشه. خب حالا دور کلیپ هم انتخاب کردم. حالا اوپاسیتی لایه بالایتون رو دوباره 100 بکنید، برید ببینید که اون محوی دور چقدر براش مناسبه. منو میارم میبینم انقدر خوبه برای این
خب الان من میتونم با سلیقه خودم کاری که میخوام بکنم و روش انجام بدم. من دوست دارم یهو ظاهر نشه این ویدیو بالاییه، از حالت محوی اوپاسیتیش 0 تا 100 برسه. خب الان ببینید ویدیو چطور شد. هر کسی نیست، هر کس همون بنا هست، هر کس اون بقال هست، هر کس اون نوبار. حالا میریم جلوتر، مسی که ما میخوایم حرکت کنه. مثلا اینجا من میخوام مسکم تو این صفحه حرکت کنه. اینجا یه فرقی که داره، میزنید رون تصویری که میخواید، میرید تو موشن و اول باید تطابقش بدید. یعنی قبل اینکه مسک کنید، قبل اینکه اصلا کار رو شروع کنید، رو اون جایی که میخواید، حالا من زوم میکنم، این کلیپ ها هم میذارم، اوپاسیتیش هم میذاری کم میکنم که بک‌گراند هم بتونم ببینم. این سه تا چراغ رو روشن میکنم، چراغ پوزیشن، اسکیل، روتیشن، این سه تا رو روشن میکنم و حالا از اونجایی که صفحش نشون داده میشه، از اینجا میارم اینجا شروع میکنم. یه فریم میرم جلو، رفتش بالاتر، من این رو میبرم بالا. اینجا چراغای همه هم روشن میکنم که فریم به فریم کار کنم. یه دونه اگه میرم جلوتر، رفت بالاتر، اینو همینطوری ترکش میکنم. من الان اینو ترک کردم. الان بخوایم بدون ماسک ببینیم اوپاسیتی من، میرم بالا نگاه کنم چطور میشه. این یه مثال از حالت دو بعدیه که تصویرمون رو دو بعدی بخوایم حرکتش بدیم. سه بعدی رو تو مثال بعد این بهتون توضیح میدم. الان اینی که باید بکنیم دقیقاً همون کاری که دسته دفعه قبل کردیم. دوباره زوم میکنیم که کارمون دقیق تر باشه. اوپاسیتیشو میاریم پایین، یا اصلا میتونید اوپاسیتیشو صفر کنید. من الان اولیشو انتخاب میکنم، میارم رو اولین فریم ویدیوم انتخاب میکنم، دورشو دوباره. این الان شد فریم اول من. وقتی فریم اول دورشو انتخاب کردید، اوپاسیتیو دوباره ست کنید و اینجا نگاه کنید که اون دور، اون محویش مناسبه یا نه. اینجا میتونید دوباره محویش انتخاب کنید. الان به نظر من این محوی اوکیه. خب دوباره اوپاسیتی رو صفر میکنیم و برای اینکه بتونیم توی فریم های مختلف مسکای متفاوتی داشته باشیم، اینجا کلیدش رو روشن میکنیم و میریم یه دونه فریم جلوتر. و کاری که باید بکنیم الان اینه که فریم به فریم بریم جلو، تک تک نقطه هاشو جاشو درست کنیم و ترکشون کنیم. الان من این کار انجام میدم. خب الان میرسیم به این نکته ای که برای ماسک‌های متحرک بخوام بهتون بگم. ممکنه شما اول اونجایی که من داشتم ماسک می‌کردم یه انگشت بوده، میام جلوتر انگشته میره، میام جلوتر دوباره انگشته میاد، که اینطوری میشه. خب الان من مثلا اینجا اون منحنی که داشته به کارم نمیاد، اینجا الان تیزی به کارم میاد، اینجا نقطه بیشتری به کارم میاد، یا ممکنه نقطه کمتری به کارم بیاد. من اگه الان اینجا نقطه اضافه کنم، برای فریم های قبل هم نقطه اضافه میشه، یعنی روی نقطه های که انتخاب کردم دوباره نقطه ایجاد میشه. یا اگه نقطه حذف کنم از این فریم، از فریم های قبل هم نقطه کم میشه. پس الان کاری که میتونیم بکنیم چیه؟ وقتی به همچین متفاوتی میرسید توی ماسک کردنتون، کاتش کنیم. یعنی الان من 30 زدم، کات کردم، از اینجا به قبل یه چیز باشه، ماسکم یه حالت باشه، از اینجا یه حالت دیگه باشه. میام تو ماسک، الان میتونم قشنگ حذف کنم این نقطه ها رو اونطوری که میخوام، دوباره نقطه بندی کنم. الان مثلا اینجا من نمیخوام که منحنی داشته باشه، میذارم منحنیش حذف میشه اینطوری. از این خط هم میتونید انتخاب کنید که منحنیش چه مرکزی داشته باشه، مثلا اینجا الان اینطوری باشه. و به همین صورت کل اینو ماسک میکنیم هر جایی که دیدیم. الان مثلا میریم جلوتر، این انگشت الان رفت، لازم نیست این دوباره نقطه ها رو بیارید اینجا، نقطه ها رو صاف کنید، چون حتی اگه اینجا درجه های نقطه هم عوض کنید تو قبلی هم اثر میذاره. من میام اینجا مثلا اینا رو حذف کنم، فریم قبل هم میبینید حذف میشه. من الان این فریم رو ماسک کردم، یه فریم میرم جلوتر، دوباره سیم میذارم، کات میکنم این فریم رو. اینجا دوباره یه ماسک، دوباره یه ماسک جدید را میرزم، اینا رو مثلا حذف میکنم،
الان من دور اینو کامل براتون درست کنم. من الان دور همش رو ماسک کردم. کاری که میتونید بکنید اینه که دونه دونه اونایی که کات کردید اوپاسیتیشون رو بیارید بالا. الان اوپاسیتیشو حالا دقیقا هم لازم نیست ست کنید. خب الان من یه چند تا ریزکاری در مورد ماسکای متحرک بهتون میگم. مثلا من اوپاسیتیشون رو میخوام 60 باشه. اینجا میرسم 60، میرم تو اینجایی که دوباره زدم 60، میرم دوباره 60. خب الان ببینید چطور شد. 60 سیزاری کم بود، اینجایی که نور بود معلوم نبود. مثلا من اوپاسیتیشون رو میذارم پس 90. دیدید که قشنگ با همون صفحه‌ای که میخواستیم تطابق داشت. اگر میخواید همشون به هم بچسبن، اون کاتی که زدید دیگه نباشه، همه رو انتخاب میکنید، دکمه آلت رو بگیرید، درگ کنید همه رو انتخاب کنید، راست کلیک کنید روشون، نست کنید. با نست همه چی به هم میچسبه. یه نکته ای که برای ماسکای متحرک میخوام بهتون بگم اینه که سعی کنید یه دونه ادجاستمنت لایر بردارید بندازید روی بالای اون لایه‌های ماسکتون و سعی کنید یه رنگ بهشون بدید، یعنی که یه رنگ که دوتاشون اون رنگ رو بگیرن. اختلاف رنگ بین اون لایه که ماسک اومده روش با اون رنگ ماسکی که پشته زیاد معلوم نباشه. میتونید تو افکت برید سرچ کنید لومتری کالر بزنید رو ادجاستمنت لایرتون و انتخاب کنید مثلا و تنظیم کنید که چقدر اوکیه. کلی گزینه داره، اینطوری یه حالت طبیعی تری بهش دست میده. اون ممکنه شما حتی تو ماسکتون یه جایی رو بد ماسک کرده باشید، اگه یه رنگ شبیه به هم بیفته رو جفتشون اون اشکال دیده نمیشه. اینم از ماسک متحرک. اگه بخوام به عنوان مثال بهتون نشون بدم، من برای ماسک متحرک این کلیپ هایی که از قبل داشتم رو جمع کردم. یه دور ببینید. دوباره شروع شد این ویدیو های من. کیرو تو کجا خیسوسی؟ ما وای نباته. یعنی چی؟ والا این جایزه دخترم. بریم سلام اون زاده ایش خواست که تو خرید نظر میگم خیلی لوز زنو داری شهر به هم گرفتم. خب همه این کلیپ هایی که دیدید با همین ماسک به صورت ماسک متحرک انجام شده. مثلا اگه اینجا رو بخوام بهتون نشون بدم، نکنید این دسته ماسک شده قشنگ کامل دونه بدونه ماسک شده، پشتش هم یه لایه دیگه بوده. یا اینجا اگه نکنید این فرگ ماسک شده. اینم از مثال ماسک متحرک.